سلام، صبح و روز و عصر و وقتتون بخیر. امروز سه‌شنبه است. من برای اولین بار دارم میام لندن. ساعت 8 صبح و شبم برمیگردم. خیلی سریع میخوام برم یه دید کلی از لندن بگیرم و بعدشم برگردم. دوباره میرم لندن که با جزئیات بیشتری بررسیش کنم. اولین چیزی که جلب توجه کرد ببین چی بود، از این کیوسک های قرمز تلفن توی لندن. چند تا فکت جالب از موزه بریتانیا بهتون بگم. سال 1753 این موزه ساخته شده و دقیقاً میشه سالی که سلسله زندیه توی ایران روی کار اومده. حالا میتونید مقایسه کنید که اون موقع ایران کجا بوده و بریتانیا یا به صورت کلی تر مثلا اروپا کجای کار بودن. 8 میلیون آبجکت از سر تا سر دنیا توی این موزه جمع شده و این موزه از بخش مختلفی مثل مصر باستان، روم باستان، یونان باستان و ایران باستان تشکیل شده. البته قسمت‌های دیگه‌ای هم داره مثل تمدن‌های اسلامی یا کشورهای آسیای شرقی و آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، تمدن‌هایی که اونجا بوده. منشور حقوق بشر کوروش هم توی این موزه هست ولی من که رفتم خبری ازش نبود متاسفانه. من همیشه وقتی راجع به هخامنشیان مطالعه میکردم یا چیزی رو از تلویزیون یا مثلا ویدیویی نگاه میکردم، به کتیبه های هخامنشی که میرسید وقتی راجع بهش صحبت میکردن هیچ ایده‌ای نداشتم که مثلا این کتیبه های هخامنشی یعنی چی، تا اینکه توی این موزه برای اولین بار دیدم که واقعا کتیبه های خط میخی چه شکلی بودن. یه تیکه از تخت جمشیده، بعد من اینو اینجا دیدمش گفتم که ای بابا از ایران اینو برش داشتن آوردن ایران، ولی متوجه شدم که سال 1890 خورده‌ای این نسخه رو از اون چیزی که توی تخت جمشید بوده کپی کردن و این کپیشه، این اصلش نیست، اصلش همچنان تو تخت جمشیده. این گوی فلزی 30 ثانیه طول میکشه که از این سر برسه به اون سر و این یک ساعتیه که سال 1800 20 ساخته شده. خیلی چیز جالبی. این 60 ثانیه این سمت راستیه ثانیه شمارشه که این گوی از این طرف به اون طرف بره میشه 30 ثانیه.
حدود 30 سال پیش از میلاد مسیح اینا رو چجوری سنگ تراشی کردن واقعا.